درود عزیزان دلم، دوستان مهربان و با معرفت. جلسه 31 از کلاس‌های آنلاین رایگان انگلیسی مستاب خوردن رو در خدمت شما جانان هستیم و در این درس ادامه میدیم جملات ضروری، حیاتی و اساسی انگلیسی روزمره رو و با هم کار میکنیم، با شرکت شما رفع اشکال میکنیم و پیش میریم. حامی مالی این کلاس و این جلسه خانم زهرا میرحیدری، مشاور جامع با تجربه و آگاه در امور بیمه و سرمایه گذاری شرکت سان لایف در کانادا هستند. مسئله بیمه و به خصوص بیمه عمر و البته بیمه های سلامت، بیمه های تکمیلی، مسئله ایست که بسیار دغدغه ایجاد میکنه در ذهن عزیزانی که میخوان بیان کانادا یا در کانادا هستن. خانم زهرا میرحیدری مشاور جامع و با تجربه ای هستن که به صورت رایگان، به صورت ویژه، اگر بگید که از طرف انگلیسی مستاب خوردن باهاشون ارتباط دارید میگیرید، به شما مشاوره رایگان خواهند داد و به شما کمک خواهند کرد که بهترین تصمیم رو در مورد مسائل بیمه ای و سرمایه گذاری در کانادا بگیرید. شماره شون رو تقدیم شما جانان کردیم، مشاوره رایگان حتما ازشون بگیرید. و موضوع دیگه این که خانم میرحیدری در سال 2023 جزء بهترین مشاوره های انتخاب شدن که مردم گفتن بهترین توصیه رو از ایشون دریافت کردن، یعنی جزء بهترین مشاوره هایی هستن که مردم از دستشون راضی هستن. حتما میتونید باهاشون ارتباط بگیرید روی واتساپ، روی شماره‌ای که خدمتتون داریم تقدیم میکنیم و مشاوره رایگان با ایشون حتما در امور بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری داشته باشید. برای حمایت مالی ایشون سپاسگزاریم. بپردازیم به درسمون. جلسه 31 از کلاس‌های آنلاین رایگان انگلیسی مستاب خوردن. ما تا جلسه قبلی 775 جمله رو با هم کار کرده بودیم و در این جلسه 776 تا 800 تا رو با هم کار میکنیم. خب بریم ببینیم چی داریم اینجا. Take the second left. Take یعنی بردار. تو فارسی هم میگیم دیگه، میگیم فلان خیابون رو بگیر و برو. اینجا هم میتونید این شکلی ایندکسش بکنید تو ذهنتون. Take یعنی انتخاب کن. The second left. First left میشه اولین سمت چپ. Second left دومین سمت چپ. ببینیم کیا میخوان تکرار کنن که رفع اشکال کنیم. زهرا مرادی بگه Take the second left. Take the second left. اوکی. نیروی خارجی آوردی زهرا؟ دوام در کنارمه. خدا حفظشون کنه. Take the first right. Take the first right. Okay. Take the first right. Okay. سارا زمانی. Take the second left. Take the second left. Okay. Take the second left. ناهید SH بگه. Take the second left. Take the first right. پس اینم آدرسه ایمون. بریم جمله بعدی. This product is new. This product is new. New یا new یعنی جدید. This TH اینجا حالت دوم تلفظ TH، زبون زیر نیش دندون بالا، همونطوری که نگه داشتی میگی ز. Product یعنی محصول. Is نمیگم. Is new یا new. This product is new. فرزانه بی کناری. This product is new. This product is new. Okay. حالا بگو این محصول قدیمیه. This product is old. بگو این محصول دست دومه. بلدی؟ Second hand. Second hand. دقیقاً تو فارس، تو انگلیسی هم میگیم second hand، دست دومه. و معنی داره، یعنی در واقع second hand یعنی که استفاده شده. حالا فروزان بگه این محصول نو نیست. This product isn't new. Is not. تأکید داری که نیست دیگه، پس بهتر مخفف نکنی. This product is not new. Okay? This. This product is old. This product is new. This product is old. This product is second-handed. This product is outdated. Where will you stay? حالا که اومدی کانادا. Where will you stay? Where will you stay? کجا خواهی ماند؟ کجا اقامت خواهی داشت؟ تلفظ W رو دقت کن اینجا. Where لبها لوله. Will نمیگم. Will. Where will you stay? You stay. ببین داره میچسبه. اینجا ا نداره. ایرانی جان عزیز دلم.
هموطن. Where will you stay? Okay? Where will you stay? زهرا مرادی بگه. Where will you stay? آفرین. بچه دقت کردین؟ ناهید سچ بگه. Where will you stay? اعظم سیفزاده بگه. Where will you stay? پروانه بگه. Where will you stay? Well نشه دیگه. Will. دوباره بگی. Where will you stay? Okay. یک کم بیشتر کنید ایشو. سلاله بگه. Where will you stay? ای نداره دخترم. یه باری. Where will you stay? You stay. تو یاسمن تقویان بگه. اوکی نمی. Where will you stay? Well نیست. Will. مریم پوریا بگه. Where will you stay? کجا خواهی ماند؟ Everything is ready. Everything. تلفظ TH رو اینجا داشته باشید. حالت اول تلفظ TH. زبون زیر نیشه دندون بالا. سعی میکنی همونطوری که نگهش داشتی بگی. سه. میشه ف. Everything is. Everything is ready. الناز لباس دوز بگه. Everything is ready. یه بار دیگه بگو. Everything is ready. الان بهتر شد. Oppenheimer بگو. Everything is ready. زهرا مرادی بگه. Everything is ready. آفرین. It's not a big deal. Deal چند تا معنی داره. Deal یعنی معامله. کلن. معامله که سود میکنه آدم توش یه ضرر. It's not a big deal. Big یعنی بزرگ دیگه. Big. Big نه ها. It's not نیست a big deal. یه موضوع خاصی نیست. It's not a problem. مشکلی نیست. It's not a big deal. مسئله خاصی نیست. چیز خاصی نیست. شین بگه. It's not a big deal. نه. It نیست. این همه ببین. اشکال اصلی که شما کارت بذار اشکال کار شما رو بگم. شما اشکالت میدونی چیه؟ شما فقط داری به کلاس ها تاکید میکنی. من با اطمینان میتونم بگم که شما خارج از کلاس اصلا تمرین نمیکنی درس ها رو. قبول داری حرف منو یا نه؟ درست دارم میگم یا نه؟ درست میگین استاد. بهتونم گفتم خدا قوه. خسته نباش. این روش به درد خانواده به درد کلاس نمیخوره که شما فکر کنی هی بری کلاس انتظار داشته باشی، چون بخش عمده ای از یادگیری شما در تمریناته. که دلیلش چیه؟ ما داریم شارژ میدیم به گوگل بابت اینکه بتونه کلاس رو ضبط کنه بذاریم روی یوتیوب. دلیلش اینه که شما مراجعه کنی تمرین کنی در تنهایی خوده. یادگیری شما بچه ها تو کلاس اتفاق نمیفته. تو کلاس شما باید بهره ببرید. به جای اینکه ساعتی 50 60 دلار هزینه بکنی، بیا اینجا من رفع اشکالت بکنم. خب یادگیری شما در تمرینات درس ها اتفاق میفته، نه در کلاس. شما فقط از این کلاس باید استفاده کنی برای رفع اشکالت. به جای اینکه بری مربی بگیری، بیا اینجا رفع اشکال بشی. Anyway سوسن بگه. It's not a big deal. شهناز دباغ بگه. It's not a big deal. Okay. زهرا مرادی بگه. It's not a big deal. آفرین. یاسمن تقویان بگه. It's not a big deal. Okay. علی فعال بگه. It's not a big deal. Big. فروزان. تمرین نمی کنی یا؟ فقط کلاس نیست. دقیقا مشخصه. بچه هایی که تمرین می کنن دقیقا روند رشدشون و بهبودشون تو این 30 جلسه که اومدیم دقیقا مشخصه. شما هم نشون میده که فقط یادگیری تو سعی کردی بسنده کنی به کلاسات. اشتباه دارم میگم فروزان؟ نه درست فرمایید. اوکی. نیلوفر بگه. It's not a big deal. سمانه سنجری پور. It's not a big deal. It's not a big deal. It's not a big deal. Okay. شما هم سعی کن درس قبلی رو تمرین کنید. فقط کلاس اومدن نیست بچه ها. I'm not interested. الان من به فروزا میگم برو درس قبلی رو تمرین کن. میگه I'm not interested.
I'm interested. حرف اضافه‌اش چیه نیلوفر؟ Interested. Okay. I'm interested in. من مثلا به فوتبال علاقه مندم. I'm interested in football. I'm interested in teaching English. I'm interested in learning languages. I'm interested in playing whatever. I'm not interested به تنهایی یعنی من علاقه مند نیستم. I'm not interested. مثلا میگه دوست داری بیایم یه شایعه درست کنیم در مورد فلان هموطن؟ میگه I'm not interested. من علاقه مند نیستم. زهرا مرادی نوشو بیاره. I'm not interested. I'm not interested. Okay. حالا بگو بگو من به فوتبال علاقه مندم. I'm interested in football. Football. Exactly. I'm not interested. I'm not interested. اینجا این خونده میشه interested. بله استاد. Interested. I'm not interested. I'm not interested. آفرین. ناهید نوابزاده. I'm not interested. I'm not interested. الناز صدا میاد؟ بله. اوکی بگو. I'm not interested. I'm not interested. من علاقه من نیستم به موضوع. خب بری بعدی. I wish I could fly. اوکی. یه ساختار بسیار پرکاربرد. وقتی میخوای آرزو کنی ولی یه چیزی که واقعیت نداره I wish I اینجا رو نشونت بدم. I wish دوبلوشی که لبها لوله ایه. آیش هم آی کوتاهه. یعنی در واقع ای کوتاهه. Wish. I wish I ای کاش من میتونستم. پس نمیتونیم بگیم I wish I can. میگیم I wish I could. ای کاش میتونستم. اینجا همیشه باید زمان گذشته باشه. مثلا میگه تو پول داری؟ یا یه فیلم قدیمی بود میگفت تو زن داری؟ میگو I wish I had. اینجا میشه ای کاش داشتم. حالا میگه ای کاش میتونستم. I wish I could fly. حالا میگه شما فلان چیزی؟ میگه I wish I were. I wish I were. چرا نگفت I was؟ چون اینجا ساختارش هم برای راحت بودن هم برای استثناست. I wish I were. ای کاش بودم. حالا اینجا میگیم ای کاش یه کاری رو میتونستم بکنم. ای کاش میتونستم پرواز کنم. Fly یعنی پرواز کردن. پس اینجا I wish I could ساختارمونه یعنی ای کاش میتونستم یه کاری رو انجام بدم. حالا ببینم کسایی که میخوام بگن باید عوض کنن. Fly رو باید عوض کنی. حمید آر ام I wish I could یه چیزی بگو. I wish wish ندیگه wish I wish sorry I wish I could drive. Okay. ای کاش میتونستم رانندگی کنم. I wish I could find job here. Okay, اینم بد نیست. کاش میتونستم یه شغل اینجا پیدا کنم. Okay, I wish I could find a job here. Okay. مریم پوریا. I wish I could speak English fluently. درسته؟ یه بار دیگه بگید من به سختی میشنوم صداتون. I wish I could speak English fluently. I wish I could practice English more. آفرین. دقیقا همینو میخواستم بگم. اوکی. اوپنهایمر بگو. I wish I could travel. Travel. I wish I could travel. اوکی. پروانه بفرمایی. I wish I could learn French. اوکی. ای کاش میتونستم فرنچ یاد بگیرم. شین بگو. I wish I could learn more English. I wish I could learn English. No need to say more here. یاسمن بگه. میخوام بگم ای کاش میتونستم دوست پیدا کنم یا همچی چیزی میخواستم. I wish I could make friends. I wish I was in Iran. I wish I were. Where? اما؟ Yes. Okay.
I wish I were in Iran. In Iran. Okay. بریم بعدی. I'm sorry I can't. I'm sorry I can't. I can't. زهرا مرادی بگه. Sorry. I'm sorry I can't. آفرین. سوسن بگه. I am sorry I can't. I'm sorry I can't. فتح‌الله بگو. I'm sorry I can't. ببین اینی که نمیتونم بود چقدر قشنگ گفتی فتح‌الله. خیلی کلکی. با اراده خود جنابالیه. اختیار داری. قربون شما شالاته. I'm sorry I can't. I'm sorry I can't. زوری یه ساختار بهتون یاد دادم. کی یادشه؟ I'm afraid not. Afraid نبود. I'm afraid. Afraid I'm afraid. I'm afraid I can't. I'm afraid I can't. شرمندم نمیتونم. اوکی چیز خاصی نداری. I'm afraid I can't. I'm sorry I can't. Who do you work for? Who یعنی چه کسی؟ Do you work یعنی آیا شما کار میکنی؟ For براش. Who do you بچه میوت باشید لطفا. Who do you work for برای کی کار میکنی؟ برای چه کسی؟ از کی پول میگیری؟ Who do you work for? Who do you work for? سلاله بگه. Who do you work for? Who do you work for? ناهید سچ بگه. Who do you work for? Who do you work for? حمید آر ام بگه. Who do you work for? Who do you work for? Work. لب حالت لوله در W. Yeah. Have you met before? Have you met? Have you met یعنی آیا شما تا به حال یه کاری رو انجام دادید قبلا یه کاری رو انجام دادید در اینجا before به قبل اشاره میکنه Have you met before آیا قبلا ملاقات کردید یه ever هم اینجا بچه ها میتونه اینجا اضافه بشه ever Have you ever یعنی تا به حال یه کاری رو کردی ساختار اینجا باید چی بیاد حالت گذشته ببخشید حالت سوم باید بیاد Have you met before آیا قبلا با هم ملاقات کردید پروانه بگه Have you met before? Met گذشته میته بچه ها میته بله okay. Have you met before? Have you seen a movie? آیا تا به حال یه فیلم دیدی؟ البته این حالت سومشه ها حالت سوم فعله اینجا Have you seen میشه شهناز دباغ Have you met before? Have you met before? Okay یاسمن تقویان Have you met before? Have you met before? Okay سارا زمانی بگو فیلم رو دیدی؟ این فیلم رو تا به حال دیدی؟ Have you met seen Have you seen before? Have you seen this movie? آیا این فیلم رو دیدی؟ Have you seen this movie? Okay عظم سیفزاده گفت ناهید نوابزاده Have you met before? Have you met before? Okay, we are like sisters. We are like sisters. تلفظ sister رو دقت کن نگفتم sister. Sister. We are like sister. کلن I در انگلیسی دو نوع تلفظ میشه. یه نوع اینجاست. I مثل like. یه نوع هم اینجاست. Sisters. We are like. ما شبیه چیم? Sisters. ما دوتا داداشیم We are like sisters حالا اینا خواهرن شین بگه We are like sisters نیلوفر بگه شین خوابید We are like sisters آفرین الناز بگه We are like sisters اوکی حواستون باشه بچه هست sisters نش sisters زهرا مرادی بگه We are like sisters نه دیگه الان من از وقت قصه حسن کرد شبستری میگه بگو We are like sisters 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 اوکی شین بگو ببخشید من میکروفونم کار نکرد We are like sisters اوکی فروزم بگو We are like sisters Sisters We are like sisters ما شبیه خواهری اگه تو فارسی باشه دیگه اون اثر رو نمیگی میگی ما شبیه خواهریم ولی اینجا تو انگلیسی اگه توجه کرده باشی اس جمع میخوره به sister we are like sisters ما مثل خواهرهاییم اینجوری میگن
Do you take returns? رفتی خرید کردی. الان تو کانادا و امریکا اینجوریه دیگه. تو استرالیا هم قطعا همینجوریه. وقتی که میری میخری تازه خدمات شروع میشه. کاری نداریم که به دلار میگیره پول و اینا رو کاری نداریم. ولی شما خدماتو که میگیریت یا جنسو میخری میتونی برگردونی اگه خوشت نیومد. اگه دوست نداشتی میتونی برگردونی. آقا من خوشم نیومد. این غذایی که برام آوردی شوره. به درد نمیخوره. کیفیت غذات پایینه. و جالبه متاسفانه کسایی که بیزنس های ایرانی دارن همون سیستم ایران رو هم تو کانادا و امریکا بعضیاشون دنبال میکنن. مثلا بگی غذا خوب نبود، میگه خب خوب نبوده دیگه. مثلا نمیدونه که باید غذا رو پس بگیری یا عذرخواهی کنه. Anyway, return یعنی برگشت، بازگشت. Returns یعنی در اینجا پس گرفتن. Take return یک فعل عبارتی یعنی جنسی رو پس گرفتن. وقتی که محصول رو میخوای بری بخری میخوای مطمئن شی اگر خوشت نیامد یا اندازه اتاقت نبود یا اندازه اونجا که میخوای بود نبود برگردونی پسش بیاری. میتونی بگی Do you take returns؟ آیا محصول فروخته شده رو پس میگیرید؟ خیلی کاربردیه دیگه. نه مریم پوریا بگه Do you take returns؟ Do you take return? اوکی. میتونید به مادر شوهرتونم بگید خانوما. Do you take returns؟ محصول محصول فروخته شده رو پس میگیرین؟ به مادر شوهرتون بگید دیگه. خیلی خوبه. فروزان بگو. Do you take returns? Do you take returns? Returns. Return. ناهید. برای اینکه اس جمع شین، برای اینکه اس جمع کلیتش رو اشاره میکنه. آیا اجناس ببین اینجا داره میگه در حقیقت اس کلیه. در حقیقت اگه بخواید معنی ملا لغتیش کنیم میشه آیا محصولات فروخته شده را پس میگیرید. ما اینجوری که نمیگیم تو فارسی، میگیم آیا محصول فروخته شده را پس میگیرید، ولی داریم اشاره میکنیم به محصولات. Do you take returns? اوکی. میکروفونتون قطع باشه. Do you take returns? اعظم سیف و سیف زاده بگه Do you take returns? حمید بگه. حمید آر ام. Do you take returns? نوه زهرا مرادی بگه. بگو. میکروفون رو روشن کن عزیز دلم. Do you take returns? اوکی. پس محمد تقی بگه. بهزاد محمد تقی به ازا Do you take returns? Returns. Returns. محمد احمدی Do you take returns? Okay. نمیخواد بگی. Don't ببخشید. محمد احمدی میخواد بگه هنوز. محمد احمدی سلام استاد جان، من الان دیدم. اوکی. میخوای پس بذار برگرد. Don't take a word. نه. اینجاست. آها. Do you take returns? Do you take returns? اوکی. Do you take the returns? Don't breathe یعنی نفس نکش حتی یک کلمه. Don't breathe a word. تک کلمه هم نگو. صدات در نیاد. تو فارسی داریم دیگه. فرخونده بگه Don't breathe a word. Don't breathe a word. Breathe. دوباره بگی. Breathe. فاطمه کاظمی بگو. نیلوفر بگه Don't breathe a word. اوکی. یه کلمه هم نگو. صدات در نیاد. الناز بگه Don't breathe the word. Breathe. Breathe the word. زهرا مرادی بگه. اوکی. اوپنهایمر بگه. Don't breathe a word. Breathe. زهرا مرادی میخوای بگی بگو. میکروفون روشن کن. Don't breathe a word. Breathe a word. Don't breathe a word. یک کلمه هم نگو. یعنی یک کلمه رو نفس نکش ولی
در واقع داره میگه یک کلمه هم نگو، هیچی نگو. I didn't do anything. I didn't do anything. ما تو فارسی دوباره برمیگردیم به ساختار دابل نگتیو. اینجا ممکنه بگیم I didn't do nothing، اما این اشتباهه. I didn't do nothing اشتباهش میشه دابل نگتیو. پس I didn't do، من کاری نکردم، میشه I didn't do anything. TH حالت اول تلفظ TH. I didn't do anything. فتولا بگه I didn't do anything. I didn't do anything. زهرا مرادی بگه I didn't do anything. نیلوفر بگه. شین بگه I didn't do anything. اعظم سیفزاده بگه I didn't do anything. محمد تقی بگه I didn't do anything. استاد میشه اصلاحی میکنم؟ آره استاد میشه فارسی تلفظشم بالاش بنویسین. من همیشه TH رو یه حالت اگه امکانش هست عرض کردم بچه. این حالت اول تلفظ TH زبون زیر نیش دندون بالا زبون ها. ببینید اندی. اوکی بذارید براتون اجازه بدید. بله اینجا رو ببینید حالت اول TH یک رو نگاه کنید، زبونتون زیر نیش دندون بالا، سعی میکنید بگید سه، میشه ث، هوا میاد بیرون. I didn't do anything. 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 درست تلفظ میکنم؟ Anything. دقیقاً عالی. یک بار برای همیشه یاد گرفتید. Anything. آره خیلی متشکرم. حالت دوم زبون همونجا بگو ز. Anything. اینجا نیست. اون یه چیز دیگه است. اوکی؟ خیلی. I didn't do anything. محمد احمدی بگو I didn't do anything. I didn't do anything. Didn't. I didn't do anything. Didn't. یش یه کوتاه. یه بار دیگه بگو. I didn't do anything. I didn't do anything. Why don't you sleep? Why don't you sleep? اینجا دقت کنید بچه ها. Why که یعنی چرا؟ لب ها حالت لوله ای گفتم قبلا. Don't you یه کاری رو نمی کنی. You sleep اینجا ا نداره، دقت کن ا اضافه نکنی هموطن ایرانی. Why don't you sleep؟ خب ببینیم کی میخواد بگه. دستا بالا. اوکی فتح‌الله که گفت، فرخنده گفت، زهرا مرادی گفت، سلاله عدالتی Why don't you sleep؟ Why don't you sleep؟ شهناز دباغ Why don't you sleep؟ Why don't you sleep؟ آفرین. فرزانه ببخشید پروانه Why don't you sleep؟ آفرین. ناهید SH Why don't you sleep؟ آفرین. فرزانه بی کناری Why don't you sleep؟ اوکی آقایون بیایید شرکت کنید، این برای خودتونه. فروزان بگه Why don't you sleep؟ محمد احمدی بگه اوکی فوز. محمد احمدی Why don't you sleep؟ الان من داشتم توضیح میدادم کجا بودی؟ استاد من پای گاز بودم. حواست باشه زیاد ترخش نکنی. نه ترخش تموم شد دیگه هستم. محمد تقی بگه Why don't you sleep؟ Why don't you sleep؟ گوش کن محمد تقی، متن رو نگاه نکن. بله. Why don't you sleep؟ Why don't you sleep؟ ا نداره. درست گفتم؟ نه. Why don't you sleep؟ اوکی. تقریبا اصلا من ندارم، ببخشید دارم فهم صدای شما گوش میکنم. نمیدونم چی شد، قاطی شد. Why don't you sleep? Why don't you sleep؟ شما داری برای یه لحظه گوش بده. گوش به شما گوش میکنم. الان گوش نمیکنی. فقط داری میشنوی. شما بر اساس
دانسته های قبلیت داری تلفظ میکنی، نه بر اساس آن چیزی که میشنوی الان. الان هر چیزی کاملا اصلا فراموش کن که این زبان انگلیسیه. اوکی؟ چیزی که من میگم رو تکرار کن. Why don't you sleep? Why don't you sleep? نه دیگه دقیقا داری بر اساس شما گفتم why don't you sleep? نه اوکی شین شما گوش کن. It's fine. شین بگو why don't you sleep. نه شما هم دقیقا بر اساس background knowledge داری تلفظ میکنی. حمید RM بگه why don't you sleep. You sleep. خونیلوفر بگو یاد بگیره. Why don't you sleep? Okay, why don't you sleep? چرا نمیخوابی بچه؟ بخواب دیگه. What else can I say? What else? ببین اینجا میچسبه. مگه بعد از what که لپ حالت لوله یه تو دابل یو اینجا what اینجا تیه دیگه میرسه به تی. اینجا یه دونه ا داریم. What else? What else? میچسبه به هم. What else? اینجا دیگه وقفه میفته. Can I? Can I? Can I? Nai? اینجا nai داریم. What else can I say? What else can I say? چیز دیگه دیگه چه چیز دیگه میتونم بگم؟ همه چیز شما گفتی دیگه. Oppenheimer بگو. What else can I say? What else can I say? مریم امیری بگه. زهرا امیری بگه. زهرا مرادی بگه. What else can I say? آفرین. دوباره بگو الوین. What else can I say? What? بریتانیایی میگی آره؟ استرالیایی میگی؟ What? چیش هم بگو. What else can I say? بچه این بریتانیایی در واقع استرالیاییه که تحت تاثیر بریتانیاییه. What else? یه بار دیگه بگو. What else can I say? تیه رو آوردی آفرین. شیطون. شهناز دباغ. What else can I say? What else can I say? الناز رباستوز. What else can I say? What else can I say? Nothing. You can't say anything. Thank you. I don't see anything. I don't see anything. بچه ها بهشون میگی برو از آشپزخونه یه چیزی بیار. میگه I don't see anything. ولی مادره میره نیست. ببین واقعا نیست. یعنی پدره میره میگرده آشپزخونه. دختره میره. بچه میره. پسره میره. نیست. ولی مادره میاد پیداش میکنه. I don't see anything. من هیچی نمیبینم. من چیزی نمیبینم. ناهید اسش بگه I don't see anything. I don't see anything. Anything نیست. دخترم. Anything. TH حالت اول تلفظ. از حرف شما خندم گرفت که واقعا پیدا نمی کنم. کل شدم. سپاس گذارم. خواهش کنم. حمید RM. I don't see anything. I don't see anything. دیگه سی نشه. I don't see. I don't see anything. سی آقا سه سه. سه سه. اگه دوباره. I don't see anything. اوکی. فروغ نعیمی. بگو. فروغ. میکروفون تو روشن کن بگو. دفعه اولش بچه. فروغ نعیمی. سلیمان بگه روشن تا فروغ روشن نمیشد ببخشید بگو I don't see anything. الان I don't see anything شده بود فروغ میکروفون رو نمیدید. آره آره سلیمان بگه I don't see anything. اوکی okay. I don't see anything. May God preserve you. May God preserve you. بچه تلفظ preserve اینجا دقت کن هموطن عزیز اینجا صدا نمیبینی در بینشون. Preserve یعنی حفظ کردن. گفته بودیم قبلا زمانی که God با جی کوچیک نوشته بشه اشاره داره به خدایگان، خداهای زیاد، مثلا مثل خدای هندیا زیاد خدا دارن. وقتی که با جی بزرگ نوشته بشه اشاره داره به خداوند یکتا. اینو یادگاری داشته باش برای آزمونای آیلتس یا آزمونای بین‌المللیت.
هر جا اگه اسم گاد رو خواستی بنویسی اگه حواست باشه اینو باید بزرگ بنویسی، اگه اشاره به خدای یکتا داره. می باشد که شاید که گاد خداوند یکتا پرزرو حفظ کردن یو تو را. می گاد پرزرو یو، خدا تو رو حفظ کنه برای ما. زهرا سارا زمانی بگه می گاد پرزرو یو. May God preserve you. Preserve نیست. Preserve. May God preserve you. Preserve. Preserve you. نیلوفر بگو. May God preserve you. Okay. May God preserve you. آفرین. زهرا مرادی بگه. May God preserve you. آفرین. مریم پوریا بگه. May God preserve you. اوکی. خیلی دوست دارن، یعنی نیتیوا به خصوص اونایی که مسیحیان خیلی دوست دارن وقتی بهش میگی God bless you یا May God preserve you، خیلی دوست دارن، خیلی خوششون میاد اصلا کلن علاقه من. یه دفعه همچین گل از گلشون میشکفت. اعظم سیف زاده May God preserve you. May God preserve you. امیر تازه جون شد، بگو God preserve you. دوباره بگو. God preserve you. May God preserve you. May God preserve you. Preserve you. Okay. داره دعا بکنه ها. God preserve you. خب میتونه معنی بده، ولی May God preserve you یعنی باشد که خداوند تو را حفظ کنه. یعنی انشالله که خدا تو را حفظ کنه. اینجوریه. فروزان بگو May God preserve you. May God preserve you. Okay. May God preserve all of us. خداوند همه ما رو حفظ کنه. آقا حاشیه نرو. Sticker میدونید چیه دیگه؟ Sticker یعنی برچسب. الوین میدونه چیه. اینجا هم ا نداره. ایرانی عزیز قربونت برم، هموطن فدات بشم، ا نداره اولش. نگاه کن ا نمیبینی اینجا. Stick اینم ای کوتاهه. Stick به چسب، اینجا یعنی چسبیدن. Stick to the subject یا stick to the point. Point هم میتونه باشه. Subject یعنی موضوع. Okay? Stick to the subject. در اینجا subject یعنی موضوع. The subject اون موضوع مشخص که داره اشاره میکنه. Stick to the subject. کیا میتونن درست تلفظ کنن؟ دستشون بالا. حمید آر ام بگه. Stick to the subject. آفرین. اوپنهایمر بگو stick to the subject. Stick to the subject. اوکی. فروغ نعیمی بگه stick to the subject. Stick نه stick. Stick to the subject. نه. محمد احمدی بگه stick to the subject. Stick to the subject. فرخونده بگه ببینم چه جوری میگه. پروانش تشریف دارید یا رفتید؟ من دارم میزنم. روشن کنید میکروفونتون رو. Stick to the subject. Stick. ممنونم. Stick to the subject. فروزا میگه Stick to the subject. برو درسای گذشته رو کار کن. نیلوفر بگه Stick to the subject. Stick نه. Stick. Stick to the subject. الناز بگه یاد بگیرم بقیه. Stick to the subject. نیلوفر بگه بقیه یاد بگیره. Stick to the subject. نیلوفر گفت. پروانه بگه بقیه یاد بگیره. Stick to the subject. ممنونم. Subject. ممنونم. یا stick to the point. Stick to the point. بچست به موضوع. Keep me in the loop. بچه ها یکی از عبارت های بسیار کاربردی در موقع کار، سر کار. وقتی تو کانادا و امریکا میری سر کار، بعضی کارا ریموته یا کلن با کامپیوتره دیگه. تو لیول هایی که مثلا از بلو کالر ورکر میشی وایت کالر، یعنی یقه سفید میشی، یعنی کارت اداری میشه. معمولا شما در پروسه یک ایمیل قرار میگیری، یک پروسه یک اطلاع رسانی قرار میگیری، یا کارت اصلا ریموته.
یا اصلا میخوای بگی منو در جریان کارا قرار بده. keep me یعنی نگهدار منو. in the loop loop یعنی حلقه. حلقه منظورش چیه؟ حلقه اون اطلاعاته. پس حلقه اطلاعاته یا گردش اطلاعات رو میدونه کدومشه، پس از THG استفاده میکنه. keep me in the loop یا keep me updated اونم استفاده میشه. اعظم سیفزاده بگه keep me in the loop. keep me in the loop. شهناز بگه keep me updated. keep me updated. شیرین سرافرازی بگه keep me in the loop. keep me in the loop. زهرا مرادی بگه keep me updated. keep me in the updated. نه keep me updated. keep me updated. یعنی منو آپدیت نگه دار، به هم خبر بده. اوکی. یعنی جریان کارو به من خبر بده. Don't worry about it. در پاسخ میگه do not worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. نیلوفر بگه. Don't worry about it. سوزن دست در نکنه گفت. پروانه بگه. Don't worry about it. اوکی. همه دستاشون پایین. بچه کیا تا الان نگفتن؟ فتولا گفتی دیگه تا الان. فتولا گفتی. تا الان کیا نگفتن؟ گیر نکرده؟ اوکی. اوپنهایمر امشب کم گفتی. بگو. Don't worry about it. Worry نه. Worry. لبها لوله‌ای. Don't worry about it. محمد احمدی. Don't worry about it. Don't worry about it. Okay. ممنونم. Don't worry about it. در موردش نگران نباش. زهرا مرادی. الوین بگو. Don't worry about it. بچه میبینید لباشو؟ worry بگو. worry. worry. آفری. حالا بگو Victor. Victor. دیدین؟ V-O-W رو. این دیگه نیتیوه دیگه. زبانه. انگلیسی رو تو محیط یاد گرفت. درست میگم الوین؟ اوکی. Do you understand Persian? اوکی. Don't worry about it. در موردش نگران نباش. Here is your invoice. Invoice یعنی فاکتور. فاکتور خرید. اون قبض خریده. Here is your invoice. Here is your receipt داشتیم. Here is your book. این کتاب شماست. بفرمایید. Here is your invoice. فاکتور شماست. شین بگه. Here is your invoice. Here is your invoice. نیلوفر بگه. Here is your invoice. فرزانه بی کناری بگه. Here is your invoice. الناز شرکت کن. Here is your invoice. میدونم بلدی ولی بیانت باعث میشه یه عده دیگه سعامت پیدا کنن بیان جلو. این خودش خوبه. این انعکاس موج رو در هستی و کرانه هستی ایجاد کنه الناس. It's a mystery to me. این روش یادگیری که الان داری میگی ملت رو میاری اینجا جواب میدن. It's a mystery. Mystery یعنی راز. It's a mystery to me. To me یعنی برای من. It's a mystery. این یه راز شبیه من. برای شبیه یه راز برای من. شیرین سرافرازی بگه. It's a mystery to me. It's a mystery to me. سارا زمانی بگه. It's a mystery to me. It's a mystery to me. زهرا مرادی. الوین بگو. It's a mystery to me. It's a mystery to me. اوپنهایمر بگو. It's a mystery to me. نیلوفر بگو. It's a mystery to me. It's a mystery to me. الناز بگه. It's a mystery to me. It's a mystery to me. اوکی. این برای من شبیه یه رازه. فتح‌الله بگو. It's a mystery to me. It's a mystery to me. اوکی. To me. یعنی برای من شبیه یه رازه. To me. It's a mystery to me. اوکی. The pleasure. پلژر رو قبلا داشتیم یعنی خوشوقتی، خوشحالی.
خوشوقتی در واقع، یعنی وقتم خوش شده، خوشبخت و بدبخت که نشدم. کسی با دیدار کسی pleasure یعنی خوشبخت نمیشه یا بدبخت نمیشه، وقتش خوش میشه. فارسی هم یاد بگیر. The pleasure is mine، باعث خوشبختی منه، خوشوقت شدم که شما رو دیدم. اعظم سیف زاده بگه The pleasure is mine. The pleasure is mine. الناز لباس دوز بگه حالا باعث خوشوقتی ماست. The pleasure are mine. The pleasure is ours. Oh, is ours. Sorry. بگو دوباره. The pleasure is نه, ours. نه pleasure نیست. Pleasure. The pleasure. 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 The pleasure is ours. Elvin بگو. The pleasure is ours. Ours, okay. ببینم کی نگفته. محمد تقی بگو. The pleasure is mine. بهزاد. محمد تقی بهزاد. سمانه سنجری. سارا زمانی. The pleasure is mine. Okay. نیلوفر بگو. The pleasure is mine. Okay. This is the reception. هتل رفتی؟ This is the reception. میگی where is the reception؟ میگه this is the reception. This is the reception. این پذیرشه. پذیرش هتل. مینو ارج. This is the reception. بگو. مینو ارج. تازه اومدی. This is a reception. سمانه سنجری پور. خواب یا بیدار؟ This is the reception. سمانه برو کلاس های قبلی رو تمرین کن. فقط کلاس اومدن به دردت نمیخوره. کلاس های قبلی رو درست برو، تلفظاتو، تیهچاتو، ایهای کوتاهتو، اینا همه رو برو درست کن. سلیمان جهانبخش. This is the reception. This is the reception. یاسمن تقویان. This is the reception. Okay. This is the reception. ببخشید استاد گوشی دست بچه بود. This is the reception. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ یه بار براتون میخوام شادو منقطع میکنیم با هم. من جملات رو میگم، شما هم تکرار کن. اگر تونستی اینجا بیان کنی، صدای خودتو قطعا ضبط میکنی. اگر تونستی بچه ها، این خیلی مهمه. مثلا کسایی که رشد میکنن من دارم میبینم دیگه، دوباره دارم تاکید میکنم بچه ها، فقط کلاس اومدن باعث رشد شما نمیشه. قسمت عمده ای از یادگیری شما در تمرین جملات با خودتون، زمانی که تنهایی خودتون هستید تمرین میکنید اتفاق میفته. به خاطر همینه میگیم برید درسای گذشته رو روی یوتیوب براتون ضبط کردیم، برید بشینید تمرین کنید. باید زمان بذارید، معجزه اتفاق نمیفته. اشتباه و هیچ سعی کنی تو کلاس رفع کنی به دردت نمیخوره، خیلی طول میکشه که بتونی رشد پیدا کنی. بنابراین برید تمرین کنید. اینجا با هم شادو میکنیم. اگر تونستی جملات رو به راحتی بگی و صداتو ضبط کردی، چک کردی، اگر اوکی بود که هیچی، اگر نه دوباره برگرد این درس رو از ابتدا تمرین کن. من وقتی میخونم یه وقفه میدم، شما تکرار کنید. بهش میگیم شادو منقطع. اوکی؟ یک، دو، سه. Take the second left. Take the second left. This product is new. This product is new. Where will you stay? Where will you stay? Everything is ready. Everything is ready. It's not a big deal. It's not a big deal. I'm not interested. I'm not interested. I wish I could fly. I wish I could fly. I'm sorry, I can't. I'm sorry, I can't. Who do you work for?
Who do you work for? Have you met before? Have you met before? We are like sisters. We are like sisters. Do you take returns? Do you take returns? Don't breathe a word. Don't breathe a word. I didn't do anything. I didn't do anything. Why don't you sleep? Why don't you sleep? What else can I say? What else can I say? I don't see anything. I don't see anything. May God preserve you. May God preserve you. Stick to the subject. Stick to the subject. Keep me in the loop. Keep me in the loop. Don't worry about it. Don't worry about that. Here is your invoice. Here is your invoice. It's a mystery to me. It's a mystery to me. The pleasure is mine. The pleasure is mine. This is the reception. This is the reception. یک بار سری شدو همزمان میکنیم. میتونی متن رو نگاه کنی اینجا. چون میخوایم سری از روش رد بشیم. یک، دو، سه. همزمان با من تکرار کن. متنم دیدی؟ اوکیه. یک، دو، سه. Take the second left. This product is new. Where will you stay? Everything is ready. It's not a big deal. I'm not interested. I wish I could fly. I'm sorry, I can't. Who do you work for? Have you met before? We are like sisters. Do you take returns? Don't breathe a word. I didn't do anything. What? Why don't you sleep? What else can I say? I don't see anything. May God preserve you. Stick to the subject. Keep me in the loop. Don't worry about it. Here is your invoice. It's a mystery to me. The pleasure is mine. This is the reception. خدا قوت عزیزان دلم. بچه ها قبلنم بهتون گفتم لطفاً کلاس ها رو تکرار کنید، درس ها رو تمرین کنید، دوباره کار کنید. به جای اینکه هزاران مطلب رو سعی کنید یک باره وارد ذهنتون کنید، خورد خورد، تیکه تیکه، جمله جمله، لغت به لغت و گام به گام پیش برید. لطفاً با تکرار درس ها اونها رو خوب یاد بگیرید و بعد سراغ درس بعدی برید. بی نهایت سپاسگزاریم که انگلیسی مستاب خوردن رو سال هاست حمایت، همراهی و تماشا میکنید.